با نام و یاد خدا، دوستان گرامی سلام. ترجمه و شرح آخرین آیات از باب سوم انجیل یوحنا، آیات 23 تا 25. طبق آیاتی از انجیل، عیسی مؤمنین حقیقی را می‌شناسد و متقابلاً مؤمنین حقیقی نیز عیسی را می‌شناسند. عیسی ایمان مدعیان رو باور نداره و اساساً برای نجات مؤمنین حقیقی مبعوث و نازل شده. به نظر میرسه رابطه عیسی و مؤمنین، ایمان مؤمنین به عیسی، از سنخ شناخت افلاطونی است، چنان که ما در فلسفه افلاطون هم چنین ارتباطی رو میبینیم. مادام که شخص پیشاپیش حقیقت را ندیده و نشناخته باشد، با دیدن نشانه های حقیقت یعنی اشیاء جهان مادی حقیقت رو به جا نخواهد آورد. چنین رابطه و نسبتی در ایمان مسیحی هم مشهوده. در جای دیگری از انجیل یوحنا نسبت میان عیسی و امت مسیح به نسبت میان شبان و رمه او تشبیه شده. گوسپندانی که صدای شبان خود رو می شناسند و در پی او روان می شوند. گوسپندان در پی شبان بیگانه یا در پی دزد و راهزن نمی روند، زیرا صدای او را نمی شناسند. این عبارت بارها در انجیل یوحنا به مناسبت‌های مختلف تکرار می شه و ما اطمینان داریم که ارتباط میان عیسی و مؤمنین چنین ارتباطی است، یعنی ارتباطی قلبی است. محبت عیسی، کلمه عیسی و حقیقت عیسی پیشاپیش در قلب مؤمنین نهفته است و اساساً مؤمنین یا امت مسیح پیشاپیش به مسیح عطا شدند. امت مسیح عطیه خدای پدر به عیسی مسیح است و جز کسانی که انتخاب شدند، به او بخشیده شدند، کسی به جرگه مؤمنین در نخواهد آمد. مؤمنین حقیقی که عیسی رو میشناسند، هرگز در هیچ کجای انجیل یوحنا از عیسی آیت و نشانه‌ای طلب نمی‌کنند. متقابلاً این مدعیان دروغین و سران یهود هستند که جا به جا از عیسی معجزه و نشانه ای طلب می کنند تا به حقانیت او ایمان بیاورند و عیسی هرگز بر اونها معجزه ای آشکار نکرد. و در نهایت معجزاتی هم که عیسی برای جمع، برای مؤمنین آشکار میکنه و معمولا اونها را از نقل مشاهداتشون باز میداره، چیزی جز نجات مؤمنین نیست. احیای مردگان نشانه ای از حیات جاودانه. ما همه مردگانیم. تا با دم عیسی حیات جاودان به دست نیاوردیم، همه مرده ایم. بینا شدن کوران اشاره ای به گشودن چشم دل و دیدن حقیقت اعلاست. ما همه کورانیم مادام که چشم به حقیقت اعلا نگشوده باشیم و حقیقت اعلا شخص عیسی مسیحه. کسی که عیسی را ببیند و بشناسد در واقع بینا شده و شفای دیوزدگان هم احتمالاً نشانه ای از خروج دیوان و شیاطین از کالبد ما انسانهای گناهکار. آیه 23. پوست ان انتویس یروسلومویس انتو پسخا انته اورته. پوست تقریبا معادل چون، وقتی، آنگاه، معادل از انگلیسی است. چون در روز عید در پسخ در اورشلیم بود، فاعل جمله عیسی مسیح ذکر نشده. یروسلومویس
گاهی در کتاب مقدس به صورت جمع استفاده میشه. نام بسیاری از شهرهای باستان در زبان یونانی و لاتین جمعه. در روز عید در پسخ در اورشلیم بود. ترجمه لاتین: Cum autem est Hierosolymis in Pascha in die festo. اینجا هم اورشلیم به صورت جمع آمده، در پاسخا، در پاسخا، در پسخ، در روز عید یا در روز جشن. هورت هم به معنای جشن هم به معنای عید و احتمالاً در ایام قدیم روز جشن همان روز عید بوده. پس در اورشلیم در روز عید پسخ، پولوی اپیستیوسان ایست اونوما آوتو، بسیاری به نام او ایمان آوردند. فعل پیستیو او معمولا در زبان یونانی داتیو میگیره به معنای باور کردن یا ایمان آوردن، چون که در آیه آخر از همین باب هم ما نمونه ای رو دیدیم، کای اپیستیوسان تگرافه، کای تو لوگو، به مکتوب یعنی به کتاب مقدس و کلمه ایمان آوردن. تگرافه و تو لوگو هر دو داتیون، اما اینجا استثناءن با حرف اضافه ایس یعنی به یا به سویه و حالت مفعولی تو اونوما آمده، یعنی به نام او ایمان آوردن. احتمالاً نام اینجا موضوع و متعلق ایمانه، نه وسیله ایمان، چون این نیست که با نام او به حقانیت او ایمان آورده باشند، بلکه به خود نام ایمان آوردن. و ما نمونه های دیگری رو هم در کتاب مقدس داریم. مولتی کردیدرونت این نومین ایوس، ترجمه لاتین قدری متفاوته، البته به این شرط که مأخذ او هم متن یونانی ما بوده باشه. میدونیم که متون متعدد وجود داره با تفاوت‌های. اینجا میگوید که در نام او ایمان آوردن، یعنی تو گویی نام او وسیله است برای ایمان آنها. ثئورونتس آوتو تا سمیا ها اپوی، میدیدند نشانه های آیاتی را، میدیدند آیات او را که می کند، یعنی چون آیاتی را که او نمود دیدند به او ایمان آوردند، به نام او ایمان آوردند. ثئورونتس اسم فاعل یا پارتیسیپل از مصدر ثئوریو، اینجا مشاهده می فرمایید به معنای دیدن، ریشه کلمه تئوری، اسم فاعل جمعه یعنی بینندگان، چون می دیدند نشانه ها را، نشانه های او را، سمیا جمع سمیون به معنای نشانه یا آیت، ها که آنها را، ضمیر موصولی جمع و مفعول خنسا، نشانه هایی را که اپویی که انجام می داد. Videntes signa eius quae faciebat، بینندگان، پارتیسیپل جمع از مصدر ویدره، چون می دیدند سیگنا آیات نشانه های را، جمع سیگنون نشانه های او را، کوای فکیبات که انجام میداد، فکره به معنای انجام دادن، فعل گروه سوم، اینجا ماضی استمراری است، ایمپرفکته. آیه بعد: آوتوس د یسوس اوک اپیستیو ان هاوتون آوتویس، اما عیسی خود به آنان اعتماد نمی کرد،
فعل اعتماد همون فعل پیستیو است که ما معمولاً اون رو ایمان داشتن یا باور داشتن ترجمه میکنیم، با این تفاوت که اینجا با ضمیر انعکاسی هاوتون همراه شده، یعنی به خود اعتماد نمی کرد. هاوتون صورت مخفف هاوتونه، یعنی خود را، به خود. و این ترکیب در مجموع یعنی اعتماد کردن. بعدش هم آوتویس آمده، یعنی خود را به آنان اعتماد نمی کرد یا خود را به آنان باور نداشت، در معنای به آنان اعتماد نداشت. ترجمه لاتین هم درست به همین ترتیب: ایپس آوتم یسوس نون کرده بات سمتیپسوم ایس. فعل کردره به معنای باور داشتن و ایمان داشتن با ضمیر انعکاسی سمتیپسوم یعنی خود را همراه شده، ایس به آنان. این دو آیه رو در متن فارسی ببینیم. البته ترجمه ها دقیق بود، فقط در ترجمه قدیم نکته هست که شاهدی بر رجوع مستقیم او به متن یونانی است و حیفه که این رو ما نبینیم. و هنگامی که در عید فسح در اورشلیم بود، بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر می‌گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. خب به اسم رو ظاهراً باید معادل متن یونانی بگیریم، نگفته در اسم. لیکن عیسی خیشتن را بدیشان مؤتمن نساخت. عبارت غریبی است، امروز چندان معنوس نیست، اما نشانه است که مترجم فارسی متن یونانی رو دیده. ببینید که اون ضمیر انعکاسی هاوتون رو درست به صورت خیشتن را در ترجمه فارسی منعکس کرده. خیشتن را، هاوتون، بدیشان، آوتویس، مؤتمن نساخت، اپیستیوسا. به نظر من خیلی دقیقه، زیرا که او همه را می شناخت. ترجمه هزاره نو متفاوته، البته نمیشه به او خورده‌ای گرفت، اما عین متن یونانی نیست، که البته اینجا من ندارم. او گفته که بله به نام او ایمان آوردند، اما عیسی را بر ایمانشان اعتماد نبود. نقل به مضمون کرده، ترجمه به مضمون کرده. ایمان، عیسی به اونها اعتماد نکرد. چرا؟ دیاتو، از آن رو که، بدان سبب که آتون گینوس کین پانتاس، خود همه را می شناخت. مقدمه‌ای که عرض کردم در تفسیر این آیه بود. عیسی پیشاپیش مؤمنین حقیقی رو و مدعیان دروغین رو می‌شناسد، لذا به اظهار ایمان اونها اعتنایی نمی‌کنه، به اونها اعتماد نداره. بعد از ترکیب دیاتو، فاعل جمله آوتوس یعنی او به صورت مفعولی و فعل جمله به صورت مصدر گینوسکین در آمده. پانتاس هم مفعول حقیقی جمله است، یعنی همه را. ایو کود ایپس نوست اومنس. ایو تقریبا معادل دیاتو. در اصل ضمیر اشاری از ایس در حالت، یا بگیم از اید، صورت خونسا، مفرد خونسا، در حالت آبلاتیو، یعنی به وسیله آن، بدان سبب که، از آن رو که. ولی این صورت معنای مستقل پیدا کرده، ا او یعنی زیرا، از آن رو که. ا او کو او، از آن رو که. ایپسه او یعنی عیسی، نوست، نوست صورت مخفف نویست،
از نسکو که اون در گذشتهش اون وی افتاده، اون و افتاده شده نست. میشناخت امنس همه را. کایهوتی او خیران ایخن هینا تیس مارتورس پریتو انثروپو. و چون نیازی نداشت تا کسی درباره انسان شهادت دهد، یعنی نیازی به گواهی و شهادت دیگران نداشت، او آدمیان رو میشناخت، بشر رو، ذات بشر رو میشناخت. خیرا به معنای احتیاج و نیاز، اسم مؤنث از گروه اول، ایخن گذشته فعل اخو، نیازی نداشت تا تیس کسی، مارتورس فعل التزامی از ریشه مارتوره او گواهی دادن، تا کسی گواهی دهد، شاهد، شهادت دهد، پری تو انثروپو به انسان. اینجا انسان معینی منظور نیست، به نوع انسان. ات کویا اوپوس ای نون ارات اوت کویس تستیمونیوم پرهیبرت دهومینه. و زیرا نیازی نبود او را، اوپوس یعنی ضروری، ضرورت، لازم، ارات ضرورت نبود ای او را، تا کویس کسی تستیمونیوم شهادت پرهیبرت بیاورد، فعل التزامی سابجانکتیو دهومینه درباره انسان، او انسان رو میشناخت. اوتوس گار اگینوسکن تی ان انتو انثروپو، زیرا او میدانست چیست در درون انسان. اوتوس او یا خود، اگینوسکن از ریشه گیگنوسکو یا گینوسکو ماضی، میشناخت یا میدانست تی چه ان بود، فعل جمله ماضی البته، زیرا او میدانست در ذات انسان یا در انسان چه بود، یعنی میدانست که در مردمانی که در مقابل او هستند و اظهار ایمان میکنند در دل چه نهان داشتند. ایپس انیم، زیرا او اسکیه بات کو اید است این هومینه، زیرا او میدانست اسکیه بات از اسکیره فعل گروه چهارم، کو اید است سابجانکتیو ایمپرفکت چیست در انسان. ترجمه های فارسی رو هم با هم ببینیم. ترجمه قدیم، و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود میدانست. و هزاره نو، البته اینجا باز نداریم، اشتباه کردم، میگوید و نیازی نداشت کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، چندان دقیق نیست، چیزی گفتن نیست، شهادته. و نیازی نداشت کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا خود میدانست در درون انسان چیست. از توجهتون ممنونم، خدا نگهدار.